در تفلیس درویشان مرحوم بود، تارزاده بود، بهار خان کمانچه بود، عبدالله خان زنگی معروف، اونا بودن اونجا. 9000 تومان آید من شد، آید من همون 9000 تومان اون وقت 60 سال پیش از این را دادم به انجمن خیریه ایرانی ها. ساعد مراوی شاهد است، اونم گنسور بود اونجا و افتخارم میکنم در هر جای دوستان ایرانی براشون بخونم. 100 سال دارم من، 100 سال من دیگه بعد از 100 سال صدا نمیاد. البته تا اونجایی که ما اطلاع داریم آقای اقبال سلطان، شما در همین سن 100 سالگی هم که قرنی از عمرتون میگذره در واقع دارای صدای مطبوعی هستید و واقعا ایشان یادگار 100 ساله هنر موسیقی این کشور هم. شما میل دارید که چه مایه ای روی شما برمزه؟ بیات ترش. بله آماده هستید جناب عالی؟ بله خواهش میکنم، شروع بفرمایید. جلسه امشب به خاطر آغاز 100 سال تولد استاد هنرمند سلطان مسلم موسیقی ایران جناب آقای اقبال آذر که به نام ابوالحسن خان در تمام ایران و تمام شرق معروفیت و مشهوریت دارد. اقبال آذر به بنده ماموریت دادن، فرمودن از قول من بگو که من از تمام ایرانی ها مخصوصا آذربایجانی ها بلخص تبلیغی ها کمال امتنان دارم، همیشه افتخار کردم به ایرانی بودن و آذربایجانی بودنم. جشن صده اقبال، جشن تجلیل صدف از مرز قرن قهرمان داستان موسیقی را پهلوان داستان، اون صده جشن هزارون چون فریدون است و جن، وین صده جشن هزار آوای آذربایجان. سال عمرش میرسد اکنون به صد، ای مرحبا مرد صد. شنیدم که پاتون درد میکرد. بله پاهم درد میکند، عرض کنم که در حمام افتادم پاهم درد گرفت. عرض کنم که چند روزش یه روزم رفتم بیرون، از بیرون یه خود پیاده روی کردم، حالا یه خود بدترش از این چند روزه دارم معالجه میکنم، هنوز باز پاه درد دارم. آقای اقبال آذر ممکنه بفرمایید که در کجا تولد شدید؟ در قزوین تولد شدم. در کجای قزوین؟ الوند، یه فرسخه قزوین. بله چه سالی؟ فکر میکنین که چند سالتون؟ هر من 60 سال پیش از این چند سال میشه؟ 60 سال یک سال، 60 سال. شما فقط یک بار ازدواج کردین؟ 4 دفعه من میشه 4 بار ازدواج کردین؟ چند فرزند دارین؟ عرض کنم که 6 یک پسر دارم، 6 تا 8 تا پسر دارم، اولاد دارم. 6 تاش دختر، 2 تاش پسر. اولادای پسر شما؟ اولاداشم اونا با اونا نوای من است. عرض کنم که 3 تا هم دختر فعلا دارم. عرض کنم که دخترم هم هر کدوم 2 تا 3 تا، یکیش شوهر نکرده است، الان در تهران است. یکیش هم شوهر شده است که اینجاست، اونم اولادش نیست. ولی این نوای دختری من است. این است که کمی خواهرش است. نوه و نتیجه و ندیره 50 تا دارم. از کی و در کجا شروع کردیم؟ در موسیقی را؟ بله. سن 12 سالگی من
ترجیه خان بودم، ترجیه میخوندم، ترجیه کوچک یعنی علی اکبر میخوندم، ترجیه میخوندم. بعد آمدم عرض کنم که تبریز برای تکیه دولت مندلشاه. اینجا از من خواستن نگه دارن، من نماندم. من نماندم، برگشتم تبریز، دوباره از من احضار کردن. ولی حاجی مولا کریم جناب قزوینی استاد من بود، من از اون مشق میکردم. چطور شد که شما تعزیه میخوندید بعد یواش یواش آواز خوندید و با موسیقی صفحاتی پر کردید و کنسرهایی دادید؟ برای عرض کنم که خود طبیعت پیش آورد. در دنیا هیچ کسی از چیزی، از اول که من چیز نبودم، یواش یواش خوشم آمد، خیلی مایل شدم، دیدم دارد پیشرفت میکند موسیقی. این بود که بنده خودم را به موسیقی، آوازهای موسیقی را مشغول شدم. ولی در همون تعزیه که میخواندن، تعزیه هم اغلب چیزشان هم. مثلا همین رهاب، رهاب یکی مثلا در تعزیه میخواندیم. ممکنه لطفا این زنگ شطوری برای من بخونید؟ میکنم کجا این در رهاب است، رهاب را میکنم، اون آخرش هم زنگ شطوری برای تم میخوانم. حالا هر وقت چیش کردید؟ آره لی 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 دنیا سایی آیی دوست، امشب چرا به وقت نمی خواند این خروس آیی شاق بس نکرد هنوز کنار بود، پستان یار در شکن زلف تابه دار جنم ای تونگوی آز در خم چوگان آب نو زنگ شطر است زی 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 لی 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 دای دای داد دای لی 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 دای لی 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 ابروی تو به قتل من گرچه اشاره می کند، گرچه اشاره می کند، هر که لب تو را مکید عمر دوباره می کند، عمر دوباره می کند. تنها نیم من مایل هید دو چار زلف و یک دلت یار، دو چار زلف و یک دلت، دو چار زلف و یک دلت، کار زوی شمایل هید ماه ستاره می کند یاد، ماه ستاره می کند، ماه ستاره می کند، هر که دارد ذوق وصلت در نظر چشم تا بر تو نظاره می کند، هر که دارد با تو جانا عالمی از همه عالم کناره می کند. دی دی لی 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 دی های دی لی 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 لی
هره دلی 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 ای آی دلی جنم ای آلی آی دو. این سرپایی تور میزنه سر بالا چی میخواد برد هن میزنه بالا سر میزنه بالا سر بالا میره با این های طولی سرپایی ناخد ترازیل میشه داخل گرده که هشت بالا میرد حساب انسان بود موسیقی ایست گرده که هشت بالا میرد آخه تک تک این زنگ را میزنه اون پایین که آمد تون میره پایین آخه کلش پایین است پایین بالا سرش بالا است آخه ترازیل سرش پایین است میرد تون تون میزنه دوستم لی 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 خب خاطراتو که راجب مشروطیت داری چی؟ مشروطیت من خاطرات ندارم. هیچ خاطره ای ندارم؟ نه ابدا؟ نه. مثلا اون روزها در تبریز چه خبر بود؟ من والله خبر ندارم. خبر ندارم؟ نه. در 21 آذر مثل که خاطراتی داری؟ در 21 آذر که بنده اینجا رئیس شهردار بودم از کنن که اون شهردار تبریز بودم. رئیس شهردار تبریز بودم از کنن حضور داشتنم که از بنده دعوت کردن شب اینجا کنسرت دادن آقای سرتیب درخشان هم رئیس گوشون بود آقای برهرام هم معاونش بود عرض کنم که اینجا آمدن از من جمعیت خواهش کردن اکنون باید شما هم بخوانید گفتم من خواهد چطور بخوانم دل نکردن گفتم لباس مرگ بر اندام عالمی زیباست چه شد که کوتاه هزش این قبا به قامت ماست آخری که شعر خواندم که چرا که مجلس شورا نمی کند معلوم که خانه خانه گین اشیاش خانه ماست گریه کردن مردم تمام شروع کردن به گریه کردن سرتیب درخشان آمد تعلیم من گفت مردی که این چه بازیش در آوردی این چه شعر هاست خوندی مردم همه گریه میکنن گفتم جناب تمثال من آرزا خان نیستم من خودم رئیس شهردارم من رتبه نو معمول دولتم من برای ملت ایران میخوانم من برای تشویق ملت میخوانم گفت آخه مردم گریه میکنن گفت خون گریه بکنن نه گریه میکنن بعد مرا یک رحیم خانی هست اینجا الان هم اینجاست در دادگستری است من آمد میخواستم من بکشم اونجا اون شب اونجا من از پشتبانها فرار دادن من رفتم خانه ما صبح آمدن من گفتن تو از بلدیه معزولی من از بلدیه انداختن بیرون و آوردن انداختن گذاشتن جای بلدیه بعد دوباره آوردن مرا وادار کردن که شما باید حتما مشق بدید به چیز کلاسی در اینجا فردوسی اینجا مدرسه باز کردن مشق چی؟ مشق موسیقی موسیقی بره. من گفتم من ترکی من ترکی هستم ایرانی هر کاری کردم من فارسی ترکی نگفتم می گفتم ترکی موسیقی من گفتم من ایرانی من ترکی هستم در حال حاضر درآمد شما کجا تأمین میشه؟ درآمد من الان یکی دو ماه از خوب نیست حقوق اداری شما از کجا تأمین میشه؟ حقوق اداری بنده 950 تومن که او تقاعد بشه میگیره فقط این ماه 1000 تومان هم که میگرفتیم الان یک ماه هست که تهران چیز کردن که قد کردن به شعری زرز کردن من رو جواب نمیدن کی قد کردن؟ تقریبا ماه گذاشته چرا؟ نمیدونم کجا؟ در تهران از چه اداره این؟ اداره است تبلیغات قد کردن اصلا قد کردن من یه سوالی هم داشتم میخواستم بدونم که دوستان حالیه شما کیا هستن؟ والا من هر چی فکر میکنم ندارم هیچ کس هیچ چطور ممکن شما در این مدت اگر میخواید درست صحیح عرض بکنم ندارم تنها کسی بگه میتونین قبول کنین با شما گاهی خلوتی میکنه ابدا شما هست ابدا سر بود ولی من شنیدم که آقای شهریار شهریار با من خوب است چطور؟ خوب است خیلی خوب است
اغلب میبینم. اغلب میبینم. میاد میاد. حرف ها میزنم. بسیار مرد خوب است. فقط اون لب با من کاری ندارد. بسیار مرد خوب است. شما کنسرتی که دادید در کجا بوده؟ کنسرت اولم یکی در گراند هتل بود. بله. یکی هم چیز بود. نزدیکی سفارت انگلیس. چون اونجا سفر پر میکردیم؟ در خارج از کشور؟ نه سفارت انگلیس تهران؟ بله بله. نه نه در تفلیس که دادم. در تفلیس هم پس کنسرت در تفلیس بله. اول کنسرتی که دادیم در تفلیس دادیم. مردم خوششون میومد؟ اوه چقدر 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 خوششون میومد. خب دیگه چه خاطره داری؟ خاطره ندارم در چیز؟ در تفلیس. در تفلیس خاطره ندارم. اینجا صفحاتی هم پر کردی دیگه. سفارت هم سفارت پر کردیم و چند روز دیگه کردیم در تفلیس نگاشی کردیم و برگشیم. من نمیشه دیگه فروز نمیدم نمیان به طرف نمیدن نه هم بالا هم بالا اون بالا در بالا فروز میدن نمیدن شما میدین مثلا شما میدین نه
شور رفتیم تلمک رو باز کمانده برمیگرده برشاره شور برمیگرده مشهر همه جا میره باز برمیگرده اونجا در هر گوشه هر گوشه ای که میخواد برد میره و برمیگرده نمیتونست بخورن فروز بده مگذار چه قصه در کنارت گیرد بندو محال روزگارت گیرد مگذار دمی کنار آب لب کشت زون پیش خاک در حسارت گیرد بله چه باید کردم سالهای درازی است که باد در سفر همیشگیش در گوش طبیعت پیر آذربایجان نجوا می کند و از گذشته های دور سخن می گوید. از زمانی که انسانها به گفتگو نشستند و از زندگیشان قصه ساختند و برای هم قصه گفتند. قصه هایی از کوه، از درخت، از آب، از خاک، از گل و از عشق و عشق نام آشنایی شد و به همراه صدا و ساز عاشق با نجوای باد در طبیعت جریان یافت از آن پس عاشق نام آشنایی شد که از عشق سخن می گفت عشق به هر آنچه که با آن زندگی می کند و برایش ارزش اندیشیدن و باور دارد عاشقها راویان گمنام عشق حماسه و تاریخ مردمی شدند که بر فرهنگ غنی قومیشان تکیه داشتند ای کوهستان آنگاه که رو به سوی تو آوردم عمری دوباره یافتم بی تو
روزگارم سیاه است و قلبی به خون نشسته دارم. ای که بلندی هایت را سبز آراسته است و جلگه هایت را چمن های نمدار پوشانده است، چند روزی میهمان این دنیا هستم، روی از من بر متاب. دیدمه اوزالرین آلیب دیچن، اوزالرین آلیب دیچن، düzlerinde şehli çemen, lay 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 kazanan. Bir neçe gün konağam ben, bir neçe gün konağam ben, üzümü tutma yana dağlar, yana dağlar, lay 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 lay. عاشقlar bir cemaatler şey hem şiir diyorlar hem ساز diyorlar. عاشقlar کسانی هستند که ساز می‌زنند و شعر می‌خوانند. این شعرها را خودشان می‌گویند و خودشان بر روی این شعرها آهنگ می‌سازند. عاشقlık şeştancıdır. Necə bir mülkün bir dancı naqis olsa o mülk naqisdir. عاشقی از شش دانگ تشکیل شده. همانطوری که یک ملک با شش دانگ کامل است، عاشقی هم شش دانگ دارد. عاشق باید صاحب معرفت و خوش‌لحن باشد و مردم او را دوست داشته باشند. عاشق باید درست کار باشد. سدانگ دیگر این که عاشق باید صاحب کلام باشد و بتواند ساز بزند و صدای خوبی داشته باشد. بله، عاشقlık اولینden خبر alsan عاشقlık eşkini, eşki paçtı. Paç eşkinen عاشقlık عاشقlığa düşür. عاشقی داشتن عشق پاک است. عاشق مردم را نصیحت میکند. عاشق مبلغ دین است و در مقابل ظلم میستد. به همین دلیل در میان مردمش گرامی و ارجمند است. هر جا که برود قدر میبیند و در صدر می نشیند. عشق olsun elimize obamıza. عشق نثار ایل و مرز و بوم باد. هنر عاشقی از زمان دده قورقود با داستانهای عاشقها سینه به سینه و از استاد به شاگرد تا این زمان حفظ شده. امیدوارم ما هم با لیاقت و معرفت بتوانیم این هنر ارزنده را برای آیندگان نگه داریم. بینندگان تندرست و شاد باشند. درسته که درس استاد شرطه. از استاد میتوان ساز یاد گرفت، ولی نمیتوان عشق آموخت. عاشق با عشقی که در سینه دارد عاشق است. خیلی ها هستند که خوب ساز میزنند و خوب هم میخوانند. خیلی بهتر از عاشقهای حقیقی و نام‌آور که ما میشناسیم. ولی نمیتوان با آنها عاشق گفت. اساس کار عاشق کلام است. کلام خسته قاسم را میخوانیم. کلام عاشق عباس، توفارغانلی، قربانی و عاشق واله را میخوانیم. نمیدانیم که آیا اینان خوب ساز میزدند یا نه، اما از کلامشان میفهمیم که عاشق بودند. گرچه خوب ساز زدن هم دلیل عاشق بودن نیست، ولی ساز خوب زدن هنر دیگری است. اولین شرط عاشقی کلام اوست. البته آن هم نه هر کلامی. عاشق در مورد مرد و نامرد، رفیق خوب و بد، همسایه خوب و بد و همسر خوب و بد صحبت کرده. ما از حرفایی که زده اند آنها را عاشق کامل می شناسیم. اوزن یلردن بلی تاریخ بایی بیزن معروف اولان
موسیقی بومی آذربایجان در طول تاریخ رشد کرده و در میان مردم ارزش فراوانی یافته است. این موسیقی کهن توسط عاشقهای آذربایجان در مجالس عروسی یا مجالس داستان سرایی و شعرخوانی حفظ شده است. ریشه موسیقی آذربایجان از همین موسیقی عاشقی و موسیقی بومی است. می توان گفت موسیقی ملی آذربایجان با موسیقی عاشقی تفاوت‌هایی دارد و این تفاوت در پرده‌ها و گام‌هایی است که استفاده می شود. موسیقی ملی ما را با گام های موجود نمیتوان در ساز عاشقی پیاده کرد. این سازها فقط برای آن نوع موسیقی که موسیقی عاشقی است ساخته شده. این سازها گوشه های مخصوص مثل ینخل کرمی و قرچی کرمی میتوانند اجرا کنند و عاشق ها با این موسیقی کلام خود را به صورت شعر و ترانه و داستان در میان مردم و مکانهای مختلف ارائه می دهند. Aşık nadana gördüm, halım nadana gördüm. Ləli tapşırdılar nadana gördüm. Qiymətini bilmədir, ay hay hay. Oxudum dərsimi, yetdim Yasinə. İyid olanlar, ixlas bağlar Yasinə. Aşıq deyər Yasinə, rəqib gərdən Yasinə. Sırrımı hər nadana demərəm, səh bağlayar Yasinə. Xəstə qasım ölüb gedər yasına, eşidənlər deyər ay hay hay. Xəstə qasım Güneş ilin 1081-ci Xəstə Qasım dər 1081 şəmsi dər tikmədaş çəşm bi cəhan qoşud və dər sal 1157 dər həmin cə vəfat yaft və dər in qur mətfun gəşt. Xəstə Qasımın او به داغستان سفر کرد و با شاعری به نام لزگی احمد مشاعره و مبارزه کرد و بر او فائق آمد و حاصل مجادله و مشاعره میان آن دو هنوز ورد زبان پیر مردان و پیر زنان و شعراست و همیشه از این سفر به صورت داستانی یاد می کنند. در این مجادله استادنامه ها و قفل بند های زیادی از طرف هر دو شاعر رد و بدل شده که برای ادبیات آذربایجان میراث بسیار با ارزشی است. خسته قاسم با استادنامه هایش شهرت بیشتری دارد. در این استادنامه ها انسان ها را به صداقت، عدالت و خیرخواهی تشویق می کند. به مال و ثروت پشت پا می زند و کسانی را که به مال و منال تکیه می کنند نکوهش می کند و مردم را به ایستادگی در مقابل ظلم و ستم فرا می خواند. خسته قاسم با شعرهای مذهبیش هم چهره ای آشنا دارد. او تحصیلات دینی داشته است. او نزدیک به 14 سال در نجف و قم و اردبیل به تحصیل مشغول بوده و در این حال در هنر عاشقی به مقام دده رسیده و او را دده قاسم هم می‌خوانند. Thank you.
Bravo. Baharım hoş gelir gülmez. Yatma lavana ölmem azanan ölesem. Tarih باغبان من است و من بلبل این باغم. بهارم خوش خواهد بود و گل مرا از خود نمی راند. گفترم ده یزر ترکه یز زبان نیر شانه اینجید مست کلمه نیات مزد در گفتارم جوانها سیر می کنند. من شانم زلف مرا از خود نمی راند. شانه این جیت مست سینم را آتش عشق می سوزاند و کلامم خواب از چشمها می رواید. کبک در کوه می خرامد و آهو در دشت می دود. بنیانی از آهن دارم، طوفان مرا از جا نمی کند. سوزلرم اویالدب بر یتن گوزلری Şehlik gaya dola ceylan düzleri bin övrem ahendir yel men atma. Rustay kondur. Rustay ki aşık kaşan salhay derazi deran zist است. Gelemin kudreti var dağları atar. Sehrat kübün güdür besütün çapar. Amman dodak terpenmese dil men atmaz. Değil olan nece atmaz. Atar değil kulağı var. Aşık Qəşəm bir aşığıdır ki, hətta cəşnilərdə ki, söhbət elərdi, yüngül sözlər deməzdi. Onun sözləri fəlsəfə idi, demək olar ki, moğizə idi. Özü də maddi pərəs bir aşıq dəyirdi. Aşıq Qəşəm aşıqı bud ki, hətta dər cəşn ha həm kəlami səbək bə zəban nəmi yabərd. Kəlam o fəlsəfə bud. می توان گفت که موعظه بود. او مادی پرست نبود. حدود 27 سال با عاشق قشم همسایه بودم. در این مدت آنچه که دین مقدس اسلام در مورد حق همسایه ها امر کرده بود عاشق قشم به جا آورد. همیشه در برابر قدرتمندان و ستمکاران ایستاد و در مقابلشان سرخم نکرد. او طرفدار مظلومان بود. گاهی عده‌ای از روحانیان که به منزل من می آمدند از عاشق قشم دعوت می کردم تا با ایشان صحبت کنند. چندین بار روحانیان به من فرمودند که این عاشق مرد فهیم است. روحانیان سوره من هم ازمان چسی بودند که او بلوجو بی عاشقت. دیر بلا سسنگ برادر ای بلا پیر حقیقت بطن امانت ای بلا یل امانت بوی امان دامنه کوهای قرداغ موتن اصلی عاشقهای آذربایجان است. بسیاری از عاشقهای آذربایجان
در این دیار به دنیا آمدند. ساز به دست گرفتند و گاه شهرتی فراتر از مرزها یافتند و کلام و ساز و صدایشان هرگز از خاطره مردم هنر دوست محو نمی شود. آذربایجان ادبیات تاریخی و هنر تاریخنین بیچ مشتبه. در تاریخ هنر و ادب آذربایجان شعر و هنر عاشقی یکی از مکاتب بزرگ عنوان می شود و در این مکتب یکی از مشهورترین شخصیت ها عاشق حسین جوان را می توان نام برد. او در محال قرداغ و در دیار گرمادوز و در این روستا یعنی اتوکندی به دنیا آمد. عاشق حسین نه تنها یک عاشق قدرتمند بلکه یک شاعر توانا بود. او در مجامع موسیقی و ادبی جایی والا برای خود به دست آورده است. او نیمی از عمر خود را در قرداغ به سر برد و سپس به آذربایجان شمالی سفر کرد و در آنجا با عشق و حسرت وطن جان سپرد. حسین جوان با ساز و صدا و ملاحت کلامش دلهای بسیاری را تسخیر می کرد، همچنان که در حال حاضر هم در قلب دوستداران هموطنش زنده است. از ملاحتینن بتون موسیقی و شعر هوسکارلارنن اورایین تسخیر ادیبدی و هلا ایندی ده قرهداغدا بتون موسیقی استیانلرین شعر استیانلرین اورایینده یری واردیر و هامونن اورایینده özüne bir büyük yer açıp. İndi isə qocaman aşıq Hüseyin Cavan, Mirzə Cani və qəhrəmanı aşıq havalarını oxuyacaq. Thank you.
Aşıq Hüseyin, şəxsiyyətdə aşıqlıqda təkidir. İşıqlı dünyada Aşıq Hüseyinə aşıq çıxmaz. Həqiqən yoxdur yer üzündə Hüseyinə tay, hərif, aşıq olsun. Çox nazənin bir dənə adamıdır. Sonra gəldi elə, gördüm qapı döyüldü. Dedi nədir, dedi ki, Horatdan mənə toyçu gəlib Tərbizə. Mən Tərbizin dövrəsində toylara çox gedirəm. Dər in dünya aşıqı ki, bi pay aşıq Hüseyin cəvan birisəd, vücud nədaşd. Orada nə qədər pul olsa verəm sənə. O, mərd nazənin idi. چه کسی میتواند مطمئن باشد که صدای عاشق خیرالله ها روزی خاموش نشود و بخش مهمی از فرهنگ شفاهی این مردم مثل خود عاشق خیرالله ها به دست فراموشی به تاراج نرود؟ آیا شما مطمئن هستید؟